ناباورانه پیکر هنرمند نجیب و دوست داشتنی بابک برزویه را در کنار خانواده باوفا و صبورش بدرقه می کند. درست مقارن با روز جهانی عکاسی که او همه عاشقانش دوربین بود و عکس، دقتش به جزئیات در عکاسی زبان زد بود و آثاری ماندگار خلق کرد. بیماری او را از تک و تا نینداخت و با برگزاری کلاس‌های آموزشی، تورهای آموزشی در شهرهای مختلف و مستر کلاس‌ها به آموزش نسل جوان و علاقمندان به هنر عکاسی توجه داشت و به همین دلیل با اینکه بیش از 7 ماه در کما بود، دعای خیر اهل هنر و رسانه و دوستداران او بدرقه‌اش بود. او و خیلی از ماها بیشتر از هر چیزی به یک جزیره آرامش احتیاج داریم، به یک امنیت شغلی. بهرحال برای اینکه انگیزه کافی برای رسیدگی به این امور داشته باشیم، کافی گاهی وقتا یک نگاه به عکس بابک بکنیم و یادمون بیفته. بسیار مشکله، بسیار سخته. میخوایم از کسی حرف بزنیم که ما در جلسات انجمن عکاسان هر وقت دچار اشکال میشدیم یا به یه بنبستی از جهت ارتباطات برمیخوردیم، اولین کسی رو که فکر میکردیم باید گره‌گشایی بکنه بابک بود. بابک بیا این مسئله رو داریم، این مشکل رو داریم، برو جلو. توی راه امروز که میومدم داشتم فکر میکردم که بزرگترین هراسی که در تمام طول تاریخ بشر در زندگیش داشته، حراس از روبرو شدن با مرگ بوده. بابک برادر مهربان، کوشا، دلسوز، بسیار شوخ‌تر بود که من میدونم همه اطلاع دارید. از هیچ کمکی هم بر عزیز فرصتی برای کمک به دوستان و همکارانش رو بزار نمیدن. بابک عاشق سینما و عکاسی سینما بود و برای اطلاع این هنرم فکر کنم زحمات زیادی کشید، تلاش زیادی کرد. همونطور که میدونید بابک بوده 8 ماه به علت سکته مغزی با مشکلات عوارض این عارضه دردی بود که علیرغم دعای خیر همه دوستان و همکاران متاسفانه تقدیر بر این بود که بار سفر رو برنده. من و خانواده‌ام اونطور که از همون قدری که از رفتن بابک ناراحتیم، به همون اندازه راضی به رضای خدا هستیم که بابک که مجبور مبارزه و سختی تحمل این بیماری دیگه نیست. بابک با عکس‌هاش همواره با ماست. بابک جان، ما با خاطرات خوب روزگار رو سپری می‌کنیم تا دیداری دیگر. روحت شاد. یادت